میهن و هم میهنان عزیزم، وقتتان بخیر، شبتان بخیر، خوش آمدید به هید لحظه به لحظه. باز هم مصطفی عزیزی با مدت یک ساعت در خدمت شما است، با 10 بازی پر از هیجان، با 100,000 که خودش باعث میشه هیجان در رگ رگ شما بیه. امید دارم هر کجایی که هستین تن درست و سلامت باشین و همچنان در اوج روزگار خودتان باشین. هر جای هستین لبتان پر از لبخند و تنتان خوب و خوش و شاد باشه. مصطفی عزیزی در خدمتتان است و امید که تا پایان برنامه امروز هم با ما باشین، ببینین که چه برنامه جالب و هیجانی امشب بر شما داریم که تقدیم بکنیم بخیر. ببینین که این گیم ها را امشب قرار است دوستای ما چطور بازی کنند. اگر شما هم میخواین که بیاین و این گیم ها را بازی بکنین، در هید لحظه به لحظه باشین، انرژی و جوش نوشجان بکنین، در کنار ما باشین و از دور و از اینجا از این استدیوی زیبا به تمام هموطنان ما در سراسر دنیا سلام تقدیم بکنین، پیام برسانید. پس بیاین به هید لحظه به لحظه به 4-5-6 تماس بگیرین. زبانتان که انتخاب کردین راحت کلید 6-2-6 فشار بتین و یا هم از طریق شماره واتساپ با ما پیام بفرستین تا یک شما را به برنامه خودتان دعوت بکنین. بیاین و در کنار مصطفی عزیزی باشین و با استفاده از 3 شانستان و 100,000 که بزرگترین جایزه هید لحظه به لحظه است، میتونیم که شما برسیم بازی هایی که با وسایل خانه خودتان انجام میشه. من مطمئن هستم مشک و خلاصه توپ های کوچک و این ظرف هایی که شما میبینید تمامش در خانه هایتان موجود است. پس با استفاده از او شما تمرین بکنین، بعد از او بیاین بخیر که پول بجید بزنین. خب حرف از پول شد، حرف از جایزه شد، چقدر خوب است که بریم به طرف درخت پول ما ببینیم که این پول مقبول، این پول قشنگ، این 100,000 در کجا است. آفرین، بله دقیقا 100,000 همو پول است که به همین اندازه هیجان و شور در وجود همه اشتراک کننده ها میره. من مطمئن هستم که این هزار عزیز هم تمامشان به 4-5-6 تماس گرفته. همه تو اگه پس تمامشان سر خود تکان میتن میگه که بله. خب به هر حال باز هم مهمان دارم، دو مهمان بسیار خوبه که میخواین این بازی های ما رو انجام بدن و پول به دست بیارن. یکیشان همکار سابق ما هستن که در مووی کار میکردن. در بسیاری از برنامه ها شما چهره شون دیدین، با صدا و چهره شون یا با صدا و سیمایشون آشنا هستین. میشه بگویم که یکی از خوشکفش ترین کارمندان مووی در زمانه، شاید حال هم هستن ولی دیگه از حالش من خبر ندارم، رئیفم کفشایش فعلا چک نکردیم ولی خود دیدیم که در برنامه چی رقم کفش پوشیده، او را باز قضاوت خود کردیم از خودشان. البته درباره قیمت بوتهایشان هم باید بپرسیم، به خاطر که کسی است که شاید به بیشترین قسمت از لباس خود که زیاد توجه میکنه او کفش هایش است، اینه باز از خودشان میپرسیم. ما در برنامه با خود اکبر تو داخل و دوستش نقیب الله رحیمی را داریم. کف بزنین که بیاین بخیر. سلام، سلام بر اکبر عزیز، خوب هستین؟ سلام نکیجا، چی داری؟ خوب هستین؟ جورا جور، خیرتی هست؟ والا از چیزی که من حدث میزدم بهتر بود، مقبولتر بود، خوشکفش، خوش لباس. سلام به هر دویتان، بسیار زیاد خوش آمدین به هیت لحظه برازه، کم در خودم. تشکر، مصطفی جان، به نام خدا، در قدم اول سلام به شما، دوستایی که در استودیو برنامه رو میبینن و همچنان دوستا و عزیزانی که دیر باد ما را از طریق تلویزیون طلوع تماشا میکنن و برنامه رو میبینن. بسیار زیاد خوش آمدین و خوش هستم که همکار سابقه ما را امشب در کنار خود داریم. مصطفی جان تو سابقه گفتی مثل یک 30 سال پیش که بود. ایت یکم کار شوخ، ایت تو شوخ که طرف هم بود چهرش و لبخندش که خدایی رفت لبخند میای بلا باید. تشکر. نیاز است که برای به طرف خاطرات، یک عالم خاطره داره که باز درباره از او هم بعدا میپرسم. نقیب جان سلام بر خودت و خوش آمدید. نړۍ مننه، وعلیکم السلام، مخکلار سن اعظم سلامونه وړاندې کوم ګران لیدونکو ته، تلار کې راغلو میلمنو ته، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او ستاسو د روغتیا په هیله بخیر باشین. ما مطمئن هستم که با چهره نقیب جان هم شما آشنایی دارین یا بعضی از دوستایی که اگر کم تر دیدیشان میگه که والا نقیب از کدام جای دیدیم. نقیب کسی است که بر شما خبرهای خبر میگه، درست است؟ خبر گفته برتون و شما در بعضی از رسانه هایی که کار کردن فعالیت داشتن چهرهش دیدین و چهره خبری داره، استایلش هم خبری است. تو قرقر طرفتون سایل میگه بسیار یک آدم کنجکاو مولا میشه، اما تو یک پس نه بله یک چهره شوخ با یک چهره جدی کنجکاو دوست شده. چی مدت میشه که دوست شده؟ یار از دوستی ما وقت زیاد نمیگذره، بهتری است که از شناخت ما خوب. در وقت کم زیاد یادآوری شوه. درست. نقیب جان به فرموده خودش تقریبا از چند سال است که مرا میشناخت، از دورانی که من کار میکردم در تلویزیون ها و مصروف برنامه بودیم.
باز این نسبت به علاقی که با ما داشته تو خب ما هم شناختم باز دیگه امو رابطه سبب این شد که بالاخره ما دید و عدید بکنیم و بالاخره سرحد به این کشید که رفیق شدیم و یکی دیگه خود بیشتر ببینیم و بیشتر بشناسیم. اما یک پوینت بسیار جالب است. من میخوام میره یادآوری بکنم. بعض دوستا که مثلا در رسانه هستن یا در فیلم هستن یا در سریال هستن، زمانی که آدم اونا را هر شب مثلا در تلویزیون میبینن، بازور که از نزدیک میبینن، اتو حس بیگانگی نمیکنن. فکر میکنن بله. که مثل عضو از فامیل ماست که ما هر روز اینا را میبینیم. در حالی که او شخص مقابل اینا را نمیشناسه. یک حس اتو چی رقم برتون بگیم؟ یک جانبه واره است. بله. ولی باید که آدم خدا وفق بده به این. شاید شما بیشتر اصلا امی موضوعی را که شما یادآور شدین قسمی است که یگان دوستا و عزیزایی که میگن که ما شما را دیدیم و سر خود ما باید با اونا خود آشنا بسازیم، احساس بیگانگی نگونیم، که این خودش در یکی از پوینت های مثبت یک گوینده و یک مجری است که خود چه قسم میتونه در بین مردم جوابت خیر ببینی بیا خیر باشه. درباره موضوعات دیگه و گپای دیگه هم باز پرسان میکنم از دو گپای دیگه. ما در خدمت هستیم و گپای بسیار خوشی رو پرسان نکنیم و گپای دیگه را. اما پیش از او آماده هستین بریم به طرف پولهای ما با کمال مرد لبخند و هیجانتون بیشتر شود. بیخی درست است. دوستان میریم به طرف درخت پول ما ببینیم اولین پول که پیشنهاد میشه کدام پول است. یک هزار افغانی. بیشتر درباره کفش هایشان صحبت کردم. به یک قیمت کفش شان پرسان کنیم. چند خریدی لالا؟ این کفش ما و بوت ما همیشه زیر سوال بوده. یگان وقت دادم نمیشه که یگان وقت دادم نمیشه که بگویم که چقدر خریدیم، به خاطر اینکه کسی باور نمیکنه. خب از اینکه دروغگوی معرفی شویم خوب است که هیچ نگوییم. خوب است. من یک ذره زیاد دمی زندگیم، دمی خصوصا در پوشاک و لباس و ایگپای ما بیشتر توجه ما سری چی میباشه؟ سری بوت و ایگپا. حتی تا این اندازه که از سابق سری از یا برنامه جور شده و آزار میدادن و این تنها کسی که گیرت کده من نیستم یار بدون شک. شاید خیر است. یک سوال دیگه باز درباره کفش هایت میکنم بعدم. دوستان میره میبینیم که برزش 1000 افغانی قرار است کدام بازی به اید دوست ما پیشنهاد شود. تا خانه بالا خانه یک بسته 39 دانه یک گیلاس به شما داده شده است. 38 دانه آن سفید رنگ و تنها آخرین گیلاس سرخ رنگ است. شما باید در 60 ثانیه گیلاس سرخ را با جابجایی از پایین قطار به بالا انتقال دهید. شما باید گیلاس ها را دانه به دانه جابجا کنید. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. تا خانه بالا خانه بازیه که ورزش 1000 و ایدو دوست ما پیشنهاد شده. ببینیم که اکبر جان و یا هم دوستش میخواد که این بازی را انجام بده. کی میخواد بازی را انجام بده؟ نقیب الله جان این بازی را انجام میده. او نقیب میخواد که سرگیلاس ها حمله بکنه. باز یک انانس می داشته باشیم درباره این بازی از نقیب. نظرت چی است؟ مشکل نیست. درست است؟ بله. تشکر میکنم از حامیان برنامه. انرژی هیت سرشار از ویتامین جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکست دهید. خب نقیب جان، اگر قرار باشه که با یک انانس خبری بگویی که ما اومدیم قرار است که بازی تا خانه بالا خانه را انجام بتون به ارزش 1000 افغانی، چی رقم میگی؟ اصلا اقلا ایم که لند کردخخ پورتا کردخخ پروان همه که بازم در زر افغانه پا ارزخت. آفرین، خیلی خوب اجرا میکنه. پس بیا بخیر. این قسمت استاد شو اینجا. بله، با شمارش معکوس ما برات میگم که آغاز بکو، بعد از اون تمام گلاس ها را زیر رو بکنی. بازی ها را خود تمرین کردین دیگه، من مطمئن هستم بلد هستین. درست است. این گلاس آبی باید که بیای در پایین. نمیخوام بلد هستم خودتان. دوستان میریم به طرف شمارش معکوس و 60 ثانیه زمان میدیم برشون. بازی آغاز می شود. تا 3 2 1 آغاز. آفرین، ادامه بده. نا کیف. چه میکنی یک بار تشویقش کو؟ مقصد بیزد خبر نا کیف. صدا کن نقیب. انشالله چی که آفرین، سرعت بگی. یک گلاس و گلاس نفت دست می شد که ما برش گفتم که موضوع عزت از فکر باشه. بله، باید که برنامه و عزت بازی اول به قول اکبر.
سرعت بگی. ماشاءالله. در 37 ثانیه بازی را تمام میکنه. بفرمایید آقا. مرحله اول تکمیل شد. بسیار خوب شد. بگیره میرتونش جان کو. شما هم یک بار ببینید. شبتون بخیر، دوباره برگشتیم در خدمت شما هستیم و تشکر از اینکه تاییدم بیننده هیت لحظه به لحظه هستین. ببینیم که دوستای ما بازی های بعدی را قرار است چطور انجام بدن و چقدر هیجان نصیب ما و شما بکنن. تشکر میکنم از حامیان برنامه. پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه. با نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی را برمغان بیاورید. پارادایس زامن سلامتی شماست. خب نقیب جان چطور بود بازی؟ آسان بود؟ سخت بود؟ بازی آسان بود. سخت آسان بود دیگه. خبر گفتن آسان است یا بازی هید لحظه به لحظه؟ وی بازی کمی آسان بود. ای آسان بود. بله. خیر استباد پسان گپ نگیم بود. گفتی آسان بود. ما پیشتر باش گفتم گفتم دجان زدن خوب کردی که بازی آسان گرفتی. خب. حال تاله ما که به ما چی مبرایی؟ یه خیر باشه، خدا کنه که یک چیز آسان تر بر خودت بیه. اولین برنامه در طلوع بود یا در لمر؟ در لمر بود. در لمر بود. بر ما از خاطره اولین برنامه بگو. ایشان کسی هستند که اولین سینیر پرودوسر در لمر بودند. درست است؟ بدون شک. اولین گرداننده در لیگ برتر. بله. درست است؟ تو باش یک چندان اولین نگام دارین خودت. ما چرت بزنم. ما فعلا در یادم نامده گه. و از جمله اولین گرداننده های شهر ورزش هم بودند. بله بدون شک. اگر چرت بزنم 4-5 دونه دگان پیدا میشه. خب خیر، میریم دوستا به طرف درخت پول ما ببینیم پول بعدی که پیشنهاد میشه برای شان کدام پول خواهد بود. 2500 هم بازی و 8 بازی دیگه، 8 بازی دیگه تا دیدن هیجان و انرژی نقیب. من منتظرت هستم نقیب. توکل به خدا. فراموشم نمیشه. ای که برش 2500 افغانی کدام بازی پیشنهاد میشه دوستا؟ در نمای کوچک ما بیننده میباشیم. پرتاب سرپوش. در این بازی اشتراک کننده باید سر بوتل نوشیدنی را که در لبه میز گذاشته شده اند را با انگشتش در داخل گیلاسی که روی میز قرار دارد بیاندازد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. 3 2 یه زمان شما آغاز میشه. 60 ثانیه و فقط یک سرکول. ببینیم که اکبر چی میکنه. اکبر انرژی بیشتر. خیلی زیاد شد انرژی. یکمی کمتر. آها اکبر. بله بله. یک دو برم برم شکار. اگر ساعت خیلی کنین در یک دقیقه من میتونستم چندین دانه را چی بکنم؟ یعنی پرتاب بکنم. خلاصه با این حرف تو اتاق فرمان افاماندی بیا در کی بازی ها چی هست که برمان بیاری؟ سمسه این بازی را بیاری؟ ما کل شب تمرین کردیم. چرا روز تمرین نکردی؟ کل شب به خاطر ازی تمرین کردیم که شب کس نمی باشه، کس سرد خنده نمی کنه اشتباه کردی. خب خیر، گفتی که در برنامه اول اشتباه نکردیم. در تمرین هم من مطمئن هستم اشتباه نکردی دیگه. اشتباهات میشه دیگه. تمرین اگر در تمرین که خالی از اشتباه باشه باز دیگه تمرین درست باشه. کیو تمرین است. بله بله. شوخی های اکبر در جوانی شروع شد یا از متفلیت شوخ بود؟ این قندولک. من از دست شوخی خود مال رنج میبرم. خب چرا؟ این شوخی های من یک طعنه شده پیش رفیقای طفولیتم. وی. من اگر براتون بگویم که یکی از اطفال شوخ مزاج امو منطقه و در جایی که ما زندگی میکردیم دوران طفولیتم تیر شده یکی از اما بودم، شوخترین طفل اون منطقه. کارهایی کردیم اگر شما سانسور نکنین براتون قصه کنم. من خبر دارم یکان دانگه کشه. همون خبر داری کافیست. این دوست ما کسی است که بسیار او باز خطرناک هم است. یک دفعه در دریای هلمند رفته بود، کلگی رو ترسانده بود. چطور گفت بودم اون موضوع دریای هلمند؟ اصلا زمان لیگ برتر بود، به ولایت سفر میکردیم. بازم این تیم تکنیکی کلگیشان همراه ما بود. او روزای سرشار بود بگوییم که ما سرشار زندگی میکردیم. روزای بچگی میگن جوانی. نه گپ از بچگی تیر شده بود. خوب. روزای مستی بود. ازدواج نکرده بود. وقت روزای مجردی بود. مجردی. روزای مجردی بود. دکدارش روزای مجردی هم بود. باز امی دوستا و رفیقایی که لب دریا رفتیم همونجا جای بودوباش ما بود. با یگان تاش گفتم که بیاین بازی میکنیم. یهو دیگه بسیار مستی میکرد و ملاقق میزد و گردا و دریای هلمند.
اوی زیاد است فصلاش. دیگه ما که دیدم کسی او بازی نکرد، کسی که او بازی نکرد، ما گفتم که واقع نمیکنن. دیگه البته شاید بیا که در ایجام اولین باشم، در ایجام اولین باشم. اما بود که خود انداختم. خوب. باز خود انداختم. در اینجا اندیوالایی که در بخش تکنیک همراه ما بودن، قیس جان تا کمره رسید کرده بود که علی آدم خدا میدانه میره دیگه، رفت دیگه. خبر نبودن که کمال و هنر او بازی را همین مردم سمت شمال، مردم سمت شمال همین 7 ساله و 8 ساله که میشه، 7 ساله و 8 ساله را مکلان گفتم. در حدود 4-5 که میشه، یکی او یکی اسب سواری و مرکب سواری یارا یاد داره. ما باز دیگه از هیچ چیز خالی نیستیم. بازم اونجا خود کشیدم جور تیار، هیچ مشکل نه. به ایام گفتم تسلی دادم. خب درباره او بازیش صحبت کردیم، او بازیش فهمیدیم، درباره اسب سواری و مرکب سواری هم بعدا صحبت میکنیم. اما فعلا میان برنامه کوتاه. ما برگشتیم و باز هم شبتان بخیر. شما بیننده هیت لحظه به لحظه هستیم و امید که تاییدم لبخندی توانسته باشیم به شما عزیزان گرامی تقدیم بکنیم. تشکر میکنم از حامیان برنامه. انرژی هیت سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکست هیت. خب این هیت بیاین که تقدیم به خودم بکنم دیگه. ما هم ضرورت دارم انرژی، ما هم باید انرژی بگیرم به خاطر که تشویق بکنم. اینقدر برنامه و اینقدر انرژی، دوباره انرژی گرفتن کار. بله اکبر جان، کاملا از دلم میاد که من چی میگم. خودت اگر پس نه بالکل مزلت میگم. اونایی که مجری هستن از دل یک دیگه میاین. در حالی که مردم وقتی برنامه رو میبینن فکر میکنن که یک ساعت برنامه است، راحت ثبت میشه، میبینیم به همین آسانی، در حالی که کار راحت و آسان نیست، چالش های خودش داره. من همیشه به دوستا میگم در این مورد که بحث میشه، میگم آسان ترین کار اینمی است که میای گپ میزنی مطابق اسکریپت. بله. اما در غیاب چیزی که هست، او سخت‌ترین کار است که او ضرورت است که باید در موردش درس بخوانی، در مورد تعلیم تحصیل بکنی، باز بیای به حیث یک ژورنالیست، به حیث یک مجری موفق کار بکنی. درست. نقیب جان، جان خودت خو رشته ژورنالیسم است. بله. خبرنگاری کردی، رفتی در ولایات، در ساحه رفتی، ساحه میگیش. بله. در ساحه رفتی، در جاهای خطرناک رفتی یا تمامش در استودیو بوده فقط خبر؟ نه بیرون هم رفتیم در ساحه و خب استودیو هم بودیم. جالبترین اتفاقی که برات افتاده در جریان خبر گفتن چی بوده؟ مثلا بعضی وقتا همین به گفته عام زبان آدم کلوله میشه، یا حرف هر قدر بخوای که درست اجرا کنی نمیشه. خب چنین شاید اتفاق افتیده باشه، ولی بعد از خبر خواندن متوجه شدیم و گفتن. ولی خاطره جالبی است که تقریبا خبرای روز بود، 12 بجه مرکزی دیگه پرزنت باید میکردم و هم چند ویدیویی که به خاطر ادیت روان میکردم به ادیت برده بودم. همون زمان شیر نیوزی ما را کسی پاک کرده بود یا در سیستم خرابی شده بود. خب که همین زمان رئیس آمد درازه را تک تک کرد داخل ادیت بودیم ما. یک بچه اینم آمده بود، همون زمان کارآموز بود، یاد میگرفت ادیت. او از مکتب خلاص شده بود، آمده بود همین که تک تک کرد ایستال شد والارد سایت گفت. خوب همون کسایی که کلگیش اشته بودن ایستال شدن در اتاق میتینگ، در اتاق ایدیت. خوب که ایستال شدن رئیس آمد، خب کار بود که چی شده و چرا ایتو شده. خوب پس که بر آمد اولین نفره بودم که من خنده کردم، کلگی متوجه نبودم. گفت چرا خنده کردی؟ گفتم، گفت که والارد سایت شما کلگی ایستال شده. نتیجه بود کلگی در مود مکتب بود. بله. همین بحث بوتا فراموش ما شد، بعدا میپرسمش. اما فعلا میریم به طرف درخت پول، ما ببینیم پول بعدی را که پیشنهاد میشه. 5000 آمونی ببینیم که چه خبر. بازی کلان شده رفت یک رقم. بله. دوگ دوگ قلب خود زیاد شد. زیاد دلم دوگ دوگ میکنه. درست است. ای که برزش 5000 قرار است کدام بازی پیشنهاد شود دوستا، میریم و در نمایه بیننده میباشیم. گیره شما با توپ‌های پینگ پانگ و رها کردن آنها بر روی میز به سمت گیره‌ها می توانید خود را به پیروزی در این مرحله نزدیک سازید. اگر توپ پینگ پانگ دقیقاً در میان گیره قرار گیرد، در بازی پیروز خواهید شد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود.
آغاز بیاین بخیر بازی گیره است ارزش 5000 افغانی مخکنی در تویلی و چی دیزر نشد اولی اولین تو در اولین گیره دومی نشد هدف بگی هدف بگی با نشد گرفتش ولی دوباره رها شد نه دست نزنده او دست نزنده او نشد هدف بگی هدف بگی نقیب هدف بگی این از دیگار هدف بگی انشالله که میشه کار بسیار سخت نیست 36 ثانیه زمان داری اونه او گیره را هدف بگی او گیره بسیار خوب راحت ماندگیست اینمه تو آها نمیشه پارتو دیگه شه وقت از اوی نکو وقت کم میشه بله دومی فقط یک دانه دیگه وقت داری فقط یک دانه دیگه نزدیکتر برش رها بکو که در یکی از گیره ها بند بانه او نشد ادامه بده وقت داری 13 ثانیه ایره هدف قرار بده نن ما وقت ایره هدف قرار بده یک گیره منسته ها 6 5 4 3 با لحظه بود بردی اما خلاصش کرده بودی بس تمام است عزیزم وقتی که درگیره مانده بود دیگر سرش نپر تو کوره خراب میکنه یا مساله ما بود که دو گیره و او رفت دیگهش آمد دیگهش آمد بفرمایید در جای تار ما گفتیم که قبول نمیشه به همون خاطر نه جالب چی بود وقتی که در یک گیره توپ بند مانده بود با توپ دیگه او را میزد خراب میکرد و همینجا خدا سرشان فضل کرد که او توپ روان کرد توپ پس خودش استاد شد مسئله عزت بود بله عزت جان همکار ماست دیگه آزارش ندیم هنوز خوب بود از او هم یادآوری میشه بله از او هم یادآوری میشه مسئله عزت خوب مسئله بسیار با ارزش است میگه همیشه با عزت باشید با عزت باشید سربلند باشید خب ما همچنان خب پس دوستا انرژی خود باید همین قسم حفظ بکنن اما انرژی نوجوانی ها را ولی انرژی را باید حفظ بکنن بر بعد از وقت بدن عزیزان شبتان بخیر و باز هم وقتتان خوش شما بیننده هیت لحظه بلحظه هستین با دو مهمان شوخ با دو مهمانه که من مطمئن هستم ورزشکار هم هستن با استعداد خواه هستن امی که لبخند دارن دیگه بدل آدم چنگ میزنن بخیر در این قسمت از برنامه تشکر میکنم از حامیان هیت لحظه بلحظه پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه با نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی را برمقان بیاورید پارادایس زمان سلامتی شماست خب بیاین که یک پارادایس تقدیمتان بکنیم پارادایس میخواین بنوشین یا که هید میروشین چی اشتها دارین؟ چی مایل دارین؟ یارا هید یا پارادایس؟ تازگی یا انرژی؟ بیگاز باشه خوب تازگی یا انرژی؟ تازگی پس بیاین خب آلورا یا شفتالو؟ شفتالو خوب است شفتالو خوب است خب نقیب جان چی اشتها داری خودت؟ بازم انرژی به ما بود آها انرژی نوش جان میکنه خب جنسنگ داریم گازدار داریم بیگاز داریم هم بیگازش داریم بیگازش خوب است بفرما نوش جان بکو سرحال شوی بخیر بر بازی ها همین چیز نوشابه را به ما دادی یک موضوع یادم آمد خو. یک وقت یک جای شیشته بودیم میمانی بود دعوت بود تعداد زیاد از رفیقا و دوستان شیشته بودیم باز دی بین یک بچگه که خورد بود یارو حدود یک 4 سال یا 5 ساله می آمد این دیگه به این پدر خود می گفت که چیه ابا دادا ما ترتس باز این بچه بیچاره چند دفعه بین پدر خود گفت آخر ما پرسان کنم وادم این بچه چی میگه میره بده سر نان هستیم همین نانش نفورید از گلون ماتیر نمیشه این بچه نان میخوره باز میگه که ای تو یک گپ میزنه میگه این جوانمرگی پیپسی رو میخواه و گلونش درد میکنه دکتر رو منش کده دکتر گفته تس نتیش خب خیر است او دیگه نمیتونم اجازه خواست بکشی بیچشه نوش جان اینم تا تکانش میته پس ما هم در این قسمت از برنامه توجه خدا جلب میکنیم به طرف درخت پول ما که پول بعدی را معرفی کنن 7000 افغانی 7000 پایان مرحله اول و پول قابل برداشت بر ای دوستای ما ای که کدام بازی پیشنهاد میشه به ارزش 7000 افغانی در نمای کوچک بیننده میباشیم آفتاپوس در این بازی اشتراک کننده باید رمان های قرار گرفته در زیر هر بوتل را طور از فاصله 12 فوتی کش کند که بوتل روی آن نیفتد این کار باید برای 3 بار تکرار گردد اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید
یک آغاز میشه زمان شما. یا بخیر جان آغاز بکو، عزیز شروع بکو. آفرین. ببینیم که چیکار میکنه. من در این موارد زیاد تکلستم. او کانکو بارا اور بود واسه نه. بله بله بسیار خوب. فقط تو دانه دیگه. اکبر دومی. آفرین. او اکبر چقدر خطرناک بازی میکرده. بابای کلان هم اینجا است. بله کمان ولم ما متاثر شدم. خدا میدونه اتاق فرمان چی حال است. بازی ها را بسیار راحت پیش نمی بریم. اتاق فرمان ما گفتیم که شریک می باشیم. خوب شریک ساختیش. اینال کوره افشا کردی در برنامه. اینال دیگه شراکت تان قد شد بیادر از این بازی ها مشکل است. خود نه دیگه ما خود گرد از صدق صد دل گفتی میگه خب شراکت از لحاظ پول نی مثلا میمانی نه از لحاظ رفاقت و اندیوالی که ما سالان سال با هم اندیوال هستیم از این لحاظ درست است. یکقدر خمرات میکنه دیگه. اتاق فرمان هم یک پیشنهاد دیگه داره. میگه چی میگه اتاق فرمان؟ باز میگه بی پیسه بیشتر میریم به طرف از چی بش... از چی بهتر میریم به طرف درخت پول و پولای بیشتر. 10,000 افغانی بله به همین راحتی میرسن به با بازی پنجم بدون از دست دادن هیچ شانسی و با شور هیجان ادامه میتن و انشالله که شانسایتون حفظ بکنید به خاطر که بر پایان مرحله دوم و سوم این شانس ها بسیار کمکتان میکنه. پس دوستا میری میبینیم که برش 10,000 قرار است کدام بازی پیشنهاد شود. رقص روی آب در این بازی اشتراک کننده باید یک توپ پینگ پونگ را از یک گیلاس آب به گیلاس آب دیگر با پف بیندازد. این کار باید 3 بار از فاصله های 3, 6 و 9 اینچی تکرار شود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. بازی آغاز می شود. زمان شما آغاز میشه. رقص روی آب است با ارزش 10,000 افغانی. ببینیم که چی میکنه. پف کو او اقا اقا محکم نه کم آیسته اما آیسته یکم محکم تر از این. باید بفهمید که کدام اندازه باید پف کنید. بله اولین تو خیلی معقول. اکبر خوب پف میکنه. دومی و فقط دو به سومی میمونه. ببینیم که چی میکنه. دو پف کو و سومی و به این یک آدم پفوک هم ضرورت بود. بله یک آدم که خوب پف کنه، یک آدم که ورزشکار باشه. این راز این موفقیت یا این استعداد تا حالا خودت میفهمی در باره خودت که بسیار خوب پف میکنی؟ نه فهمیدم. نه فهمیدم. نه هم نه که تمرین کردم. شاو فهمیدم. اما که تمرین کردم. یعنی لحظه به لحظه باعث شده که این دوست ما استعداد خودت کشف بکنه. بدون استعداد پف کرده. در وجود ما همچو استعداد ندیده بودیم. نهفته بوده خواهد. حالا متوجه شدیم. ما خبر بود. خوب شد اندوزم وقت است. بله. میفهمید باز در برنامه ما یک استعداد دیگه داریم که اون استعداد خود هم میخواییم که برنامه ایز بگذاریم. ای از که در جریان برنامه وقفه میگیریم. شبتان بخیر و باز هم خوش آمدید به و امید که تاییدم هیجان داشته باشید. همین دوستای ما را که محکم محکم کف میزنن و به این میگن هیجان و شور و شوخی. تشکر میکنم از حامیان برنامه. انرژی هیت سرشار از ویتامین، جنسنگ و کافئین. انرژی هیت برای 4 فصل سال. انرژی هیت برای همه سنین. موفقیت را با انرژی هیت تجربه کنید. هیت بنوشید و شکست دهید. خب بازی ها فکر کنم تا به حال با مو وفق و با مو دلتان آمده دیگه. بدون شک با پف خدا کنه تا آخر هم تو باشه. بله شریک ما قار نشده باشه. شریکا خوش باشه که بازی ها آسان تر بیه. بدون شک نه شریک ما خوب از آدم مهربان است. بسیار مهربان است. ایقا دوستان داره امیال در گوش ممیه که چقدر دوستان داره. خنده نکو دیگه. من حدث میزنم که مثل که اشتباه کردم دوست افشا کردم. نخیر دوستا میره میبینیم پول بعدی که پیشنهاد میشه بر اکبر جان و نقیب جان کدام پول است؟ 25,000 افغانی. پول بیشتر 25% 100,000 که بزرگترین جایزه هیت لحظه به لحظه است و شما باید که 3 بازی دیگه فکر کنم باید انجام بدین که
50,000 به دست بیارین. آماده هستین هر دو؟ بله. یکیش ورزشکار است، یکیش هم شوخ است و انرژی داره. پر از انرژی است. البته من منتظر انرژی نقیب هم هستم بر بازی های آخر گوازمن نشانت میدم. سعید بیادر من منتظر هستم. ما هم ندیدیم از او انرژی هایی را چی وقت. دیگه باش. جایش برسه یک دفعه. بی صبرانه. یکی برسه 25,000 کدام بازی پیشنهاد میشه دوستا در نمایه بیننده میباشیم. نشان ترکوس. شما در این بازی باید از قدرت نشانگیری چشم خود استفاده زیادی کنید. از فاصله مشخص شده باید حلقه های سیدی را به سوی نیمه ترکوز پرتاب کنید که در برابر شما قرار گرفته است. شما با یک نشانی درست موفق خواهید شد. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. زمان شما آغاز میشه. اکبر جان این هم تو نشان دیگه هدف بگی. آفرین. یک کمی نزدیکتر، کمی نزدیکتر. نزدیک بود، بسیار نزدیک. آها نشد، باز هم دورتر است. بگی نقیب نشد. ای کاش میشه یکم بلندتر که بگیرش. اوه چی میکنه؟ میتونید زود برسم که خلاص سیدی های زود برسم. اینا رو جمع کن برش، اینا رو جمع کن. اکبر کم بزنید. اکبر 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 یا بگیرد دست اقا پریده میتونی میشه 27 ثانیه. اکبر اکبر یکم نزدیکتر، خیلی نزدیک بود. 12 ثانیه. برسان که خلاص سیدی هاش، برسان برش نقیب، برسان برش. 10 9 8 7 اکبر. مرحله از این معلوم شد که دیگه نیاز به حمایت اتاق فرمان نداری، خودت میتونی به تنهایی دیگه از عهده کار برایی. باز هم میگم رفیق رفیق است. رفیق رفیق است. مقصد میگه فکرتان باشه. رفیق رفیق است و بسیار مقبول. تشویق میشن از طرف اتاق فرمان، اونا هم قدردانی میکنن. میگه که چی یک نشانه داشته اکبر. ما در نشان زدن دمی وقتای طفولیت دیگه دمی نوجوانی ها غولک بازی زیاد میکنم. گنجش کار میزدی؟ گنجش کام زدیم. از او کده گنجش، از گنجش کده زیاد ما خو مردم زمیندار هستیم در ولسوالی چهاردره. زاغ میزدی؟ نه چی ره قربقه ره در جوی و در نار و در یا یعنی گرد میگشتم. او را چه شکار میکردی؟ خود طفولیت بود. هر بگویم دیگه یکان وقت مشارم میزد پس خراب میکنه. من فکر کردم که میخواین شکارش کنه. شما نشان خدا قوی میکردید. به خدا از اول حاض واقعا اعتراف میکنم که زیاد گناه کردیم. زیاد جگرخون میشه. زیاد جگرخون میشم. بیچاره بقیقا. با بقیقا کار زیادش کردیم. دوستا بیاین که بریم دیگه به طرف پول. پول و بدیره برشان معرفی میکنن نردبان ما. 40,000 افغانی و فقط یک حلی دیگه تا 50,000 و پایان مرحله دوم و سه شانسه که هنوز سر جای خود است. آفرین آفرین بر شما، آفرین بر شما. سلامت. خوش میشم پول بیشتر به دست بیارین. خوش میشم که 100,000 شما اولین کسایی باشین که به دست بیارین. یکی برش 40,000 افغانی کدام بازی پیشنهاد میشه دوستا در نمایه بیننده میباشیم. هولکی سرکاته در این بازی یک چوکی و یک میز اداری می باشد و اشتراک کننده چوکی را سرچپه می ماند و در هر دو پایه های ابتدایی چوکی یک لاشتک یا رابر کشی نصب می کند و این چوکی از میز 3 متر فاصله دارد. در وسط این لاشتک باید یک ورق نیمکات را قرار دهد. این لاشتک را باید طوری کش کند که کاغذ آن به سر میز بیفتد. البته این کار باید دوبار تکرار شود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید، شاید از برنامه حذف شوید. زمان شما آغاز میشه. قولک سرکاته ببینیم که او یکم محکم تر انرژی میخواید. استاد قولکاز اکبر جان هم کمکش میکنه. او کجا رفت؟ هدف بگی، هدف بگی. نقید کار آسان نیست. ارزشش 40,000 افغانی است. 15 ثانیه را از دست داده تا ببینیم که چی میکنه. نقید او خوبش خوبش اینو تو محکم تر کشش کن.
کم از دکلی ما بزنم. یا ادامه بده. زه زه زه. سی و یک ثانیه زمان داری نکی. زه. اینم تو. زه. فقط تو دونه کاغذ. دو کاغذ باید که اینجا بفته. ادامه بده. ای کار از گفتن خبر کرده. دل نستی. از گفتن خبر کرده کمه دشوار. زر است. کشکو. زه زه زه. 15 ثانیه. به نظرم که شانس واگذار خود کردی بر استاد اولک هشت زه یا بلوم زه شش یا بلوم زه چار سه دو یک تمام مرحله هفتم تکمیل نشد. استاد غولک خودت بودی ولی ماندی که نقیب جان غولک خرید دیگه به خاطر چی آمده دیگه شانس خودم میگه ما گفتم بیا یا غولک هم یاد بگی. یا غولک یاد بگی. در غولک بازی یگان وقت زیاد فایده میکنی. بله یگان وقت میشه که یگان پرنده شکار کنی. بله بدون شک. درست است. پس دوستای عزیز بیاین که ببینیم از شانس دوم خود چطور استفاده میکنن. میریم بازی را یک بار دیگه در نمایه میبینیم. غولک سکاته در این بازی یک چوکی و یک میز اداری میباشد و اشتراک کننده چوکی را سرچپه میماند و در هر دو پایه های ابتدایی چوکی یک لاشتک یا رابر کشی نصب می کند و این چوکی از میز 3 متر فاصله دارد. در وسط این لاشتک باید یک ورق نیمکات را قرار دهد. این لاشتک را باید طوری کش کند که کاغذ آن به سر میز بیفتد. البته این کار باید دوبار تکرار شود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. زمان شما آغاز میشه. این بار استاد غولق اومده میخواد که بازی غولق سرکاتبه انجام بده. خیلی کش میکنه ما نشد. دوتایی بگی. دوتایی بگی که ببین نتیجه میده یا خیر. دو لاشتک. اوه ببینیم چی میشه باز. اوه نشد. دیده از شما میبره شما. سانیه ها را از دست نده بیشتر. نتیجه خیلی خوب پیش رفته. اوه کم بوده. بیمه بزده. خیلی جالب. باش من گوشه شما که مزق میره شما. یک کش میکنه. پرنده را کم بود بزنه اما خطا زد. سی ثانیه اکبر سرعت بگی اکبر خوبش 15 ثانیه بسیار خوب پیش رفتی. اما قسم ادامه بده نتیجه میده. اکبر زود شو. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و فکر میکنیم ما برنده هستیم سر به سر. اینجا چی میگه زیر کاستان این کاستان اصلا موضوع از این قرار است که این کاغذ وزنش کم است بله و به اینجا نمیرسه. خوب ما 50000 میتونم اگه یکی نکس انداخت. اما چیزی که روان است یک بار بازی را ببینیم انشاءالله که در شانس تیم شما بتانین. متاسفانه کاش میتونستیم بازی را تبدیل کنیم. اگر این قسم می بود هر دوست ما وقت بازی را یک شانس خود دو از دست میداد میگفت میره تبدیل کنیم باز تبدیل میکنیم یک بازی را انجام میدادیم. خب کوشش کنیم که از سیومین شانس تان استفاده درست بکنیم انشاءالله که میشه. غولک باز موفق هستی. یک بار که کاغذ پرتاب کردی سکه به کجا رفته یعنی که اینجا نشست. دوستا میریم بازی را یک بار دیگه در نمایه بیننده میباشیم. غولک سرکاته در این بازی یک چوکی و یک میز اداری می باشد و اشتراک کننده چوکی را سرچپه می ماند و در هر دو پایه های ابتدایی چوکی یک لاشتک یا رابر کشی نصب می کند و این چوکی از میز 3 متر فاصله دارد. در وسط این لاشتک باید یک ورق نیمکات را قرار دهد. این لاشتک را باید طوری کش کند که کاغذ آن به سر میز بیفتد. البته این کار باید دوبار تکرار شود. اگر در 60 ثانیه موفق به انجام این کار نشوید شاید از برنامه حذف شوید. زمان شما آغاز میشه. کاغذ ها رو شکلش تغییر ندین. تبدیل به دانه غولکش نکنین که این قسمی قبول نمیشه حتی اگر بر روی میز قرار هم بگیره. آفرین نتیجه نداد. اما یک طرف لاشتک رو بگیرین به نظر من بهتر خود بود. اینه کم فکر میکنم که این قسمی میگه که قبول نیست. فقط هم یک طرف لاشتک رو بگیرین. یک طرف لاشتک نتیجه میده. یک طرف لاشتک. و
و 38 ثانیه زمان اینم تا اصول بازی همه از میده که خوب نتیجه میده فقط یکم بیشتر کردش و انرژی بیشتر میفاید اینم تا کش که خوب هدف میگیره خوب هدف میگیره گولک سرکاتب خیلی نزدیک خیلی نزدیک زا انشالله یا نا قیم بیا زا نو ساکرم که گا هاش ها زا شار زمانی دیخو بغلونی سا شور سی یا بزا زا خیلی زا مرحله هفتم تکمیل نشد آفرین با ما آفرین با شما آفرین با ما آفرین به شما که کاروان شکست داد لحظه که ما بازی میکردیم بله. نباختیم آها هیچ هدفی بود که از بولک من خطا نخورده بود مگر هدفی که در هید لحظه برزه داشتم اتاق فرمان شما شکست از همکارای ما خواهش میکنم که چک 7000 را بیارن به خاطر که به 50000 خود رساندن نتونستن خب به هر حال دست خالی نمیریم نه خواهش 7000 تبریکتون باشه با 7000 میخواین چی کنین یک شب نشینی میکنیم شما را میخواین والله خوب میشه ها. خوب میشه مقصد سر ازی باید یک چند دیگه پردیم باز شب نشینی میشه حالتا بیستر چند چی که مستقیم به پدر خود میتی هیچ بردار نمیتی تشکر بسیار زیاد عزیزم مرا قول تبتی بچه هکت هست نی؟ ای بچه هکم هست نامش؟ غرزنگ جان غرزنگ جان چطوری عزیزم؟ خوب هستی؟ جان جور است اما میزه که میشه برمه کش کنین؟ بسیار زیاد رو باشین آها بله روی میز امضایش بکنم که قشنگ تقدیمتان بکنم بخیر باشین خب ای کاش شما با 50000 و 100000 هم میرسیدین آل غرزنگ میخوای بازی رو انجام بده گفت پدرم خود نتونست ما میخوایم که بازی را... آها تو بازی رو انجام بدی بچیم آفرین اینم تو کار پدرت راحت بساز آه راحت بساز اگه شدم او مرا نزنی مقصد غرزنگ جان اکبر جان و نقیب جان تبریک باشه به هر دویتان مبلغ 7000 افغانی انشالله که به خیر استفاده کنین اگر مهمانی میگیرین یا هر کاری که میکنین انشالله که بخیرتون باشه بفرمایین اگر حرفی کلامی دارین کمره ها در خدمت خب اگر پیامی دارین بفرمایین تشکر اولتر از همه داخل میخوایم که تشکری از شما بکنم یاد از ما کردین و خوش شدم یک بار دیگه بعد از دیر وقت در کنار همکارای عزیز خود بودم و از خداوند می خواهیم که مشکلات که جامعه ما مردم ما شما دست و پنجه نرم می کنه با این مشکلات و یک سلسله محدودیت های زندگی است بالاخره انشالله این ختم شد و خوش و سرشار زندگی بکنه انشالله حتما نقیب جان پسر که نړۍ مننه کو تاسو نه چه مونږم راو غختلو بلنه مو راکړه اگر چه زموږ هدف دنه چه مونږ 50000 ویسم زمون هدف یو لکه خیر تاسو مونږ سره چل وکړه دا غیر څنګه په هیله لرم چې هیوادوال په نړۍ په هر ګوټ کې وي خوشاله اوسي سوکاله اوسي د یو ښایسته او تلپاتې افغانستان په هیله درست است انشالله آفرین خوب تمرین میکنی شما دوستا هم اگر میخواین که بیاین بهید لحظه به لحظه حالت بازی بکنین هیجان داشته باشین شوخی بکنین با پول به دست بیارین با 4-5-6 تماس گرفته بعد از انتخاب زبان کلید 626 اشاره کنین و یا هم از طریق شماره های واتساپ با ما پیام بفرستین تا اینکه شما را به برنامه بخواید بیاین که یک خداحافظی یک جایی بکنین درست است تا برنامه بعد خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه خدا حافظ